چطوری؟ وای چقدر موهام بلند شده. چقدرم کیفیت ویدیو بده. امروز می‌خواستم یه ویدیو بگیرم. می‌خواستم بشینم صحبت کنم از این هفته‌ای که گذشت، از این تایمی که خیلی 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 بهم خوش گذشت. می‌خواستم روزتر بگیرم ولی خب الان دیگه شب شد رسماً. ساعت 9. امروز تقریبا روز خوبی بود، روز پروداکتیوی بود. هم اتاقم مرتب کردم، هم درس خوندم، هم فیلم دیدم، یه خوردم کار دارم که باید به کارم برسم. الان خیلی تصمیمای جدید گرفتم، خیلی خیلی چیزا توی ذهنم آپدیت شد، ولی خب حالا بازم نمیدونم که به کدوماشون میتونم برسم، به کدوماشون وقت میشه که برسم، به کدوماشون نمیتونم برسم. میخوام یه کاری بکنم، میخوام بشینم بنویسم اون کارهایی که میخوام انجام بدم، دوست دارم انجام بدم. یعنی برنامه‌اش رو ریخته بودم که الان انجام بدم، ولی حالا چه وقت میشه چه نمیشه، ولی خب میخوام بالاخره بنویسمشون که انتخاب کنم از بینشون به کدوماشون میرسم، به کدوماشون میتونم برسم یا به کدوماشون نمیتونم برسم. این هفته ای که گذشت آیدین اومده بود اینجا و خیلی تایم خوبی داشتم، خیلی زیاد، خیلی جای دیدنی رفتیم، خیلی اصلا نمیدونم چجوری توضیحش بدم، خیلی خیلی زیاد بهم خوش گذشت. یعنی تا الان میشه گفت یکی از بهترین هفته‌های زندگیمو گذروندم، خیلی خیلی خوش گذشت. ویدیو هم گرفتم، تقریبا یه چیزایی این وسط ها در اومد، ولی خواستم بیشتر از تایمی که داشتم لذت ببرم، خواستم از اون وقتی که دارم میگذرونم توی لحظه لذت ببرم. هفته پیش ویدیو نذاشتم، خب آیدین اومده بود، من قرار بود که خیلی زودتر حداقل یه روز قبل اینکه آیدین بیاد ویدیو رو ادیت کنم که به پنجشنبه هفته قبل برسونم، ولی تنبلی کردم. این بک‌گراند خودم دوست ندارم، خودم اون بک‌گراندی که میشینم جلوی اون بک‌گراندی که کل اتاقم مشخصه، بک‌گراند دو تا ویدیو قبلی، اونو خیلی بیشتر دوست دارم. ولی خب الان شبه، الان اصلا به درد نمیخوره اگه اون بک‌گراند باشه، نور کامل به هم میزنه. همینو بپذیرین فعلا دیگه، کارش نمیشه. امروز یه خورده چیل کردم، علاوه بر اینکه اتاقمو داشتم مرتب می‌کردم، خیلی لذت بخش چیل کردنش. بعد از مدت ها موزیک صدایم بزنه آرمان گرشاسبی رو گوش کردم و اصلا نمیدونم چی بگم. خیلی خیلی حس خوبی بهم میده، یادآور خاطره های خیلی خیلی خوبیه. خیلی وقت بود که چارتا رو آرمان گرشاسبی رو گوش نکرده بودم. گرشاسبی خیلی وقت بود که چارتا رو آرمان گرشاسبی رو گوش نکرده بودم، ولی امروز که گوش کردم کلی خاطره از دو سه سال پیش برام مرور شد، کلی خاطره، خاطره های مدرسه که الان نمیدونم چرا واقعا دارم برای مدرسه و دوستام تنگ شده و خیلی بده که هممون هر کدوممون مشغول به یه کاری هستیم. من یه سری کارا دارم سرم شلوغه، دوستای دیگه هم یه سری کارهای دیگه دارن که سرشون شلوغه و خیلی کم پیش میاد که بتونیم همدیگه رو ببینیم. مدرسه میشه گفت تنها خوبیش یا یکی از خوبیاش این بود که حداقل میشد کنار هم باشیم، حداقل بچه‌ها و دوستامون رو میدیدیم. هرچند من از اونایی بودم که تو مدرسه هیچ دوستی نداشتم، تقریبا تا کلاس دهم من دوست خیلی خاصی نداشتم، دوست جونجونی نداشتم اصلا، ولی خب از کلاس دهم چند تا دوست پیدا کردم که خیلی خیلی تایم خوبی باهاشون میگذروندم و گوش کردن یه سری از موزیکا واقعا یادآور اون تایمای خوبیه که باهاشون گذروندم. راجب چی داشتم حرف میزدم که رسیدم به اینجا؟ این پروداکتیو بودن خیلی برام مهمه. دقت کردین توی تقریبا همه ویدیوهام دارم میگم از این به بعد پروداکتیو تر قرار باشم. از این بعد اینجوری نیست که پروداکتیو نبوده باشم از هر ویدیویی که میگم، ولی خیلی خیلی هر روز دارم سعی میکنم که واقعا از لحاظ ذهنی خودم رو پرورش بدم، هی
بیکار نباشم، هی پیشرفت کنم، حالا به هر شکلی باشه، زبان جدیدی دارم یاد میگیرم یا دارم کار میکنم. بالاخره خیلی خوشم میاد اینکه آدم روی یک جاده باشه، خیلی حس خوبی میده به آدم، حداقل به من خیلی حس خوبی میده، مطمئنم بقیه هم حس خوبی میده. یه کاری انجام بدی که دوستش داری، نمیدونم، اینجوری هم نیست که بگی اون کار حتما برات پول میاره ها، نه، ولی یه کاری که دوستش داری حس خیلی خوبی بهت میده. کمک کردن به آدما، خوندن زبان جدید، یاد گرفتن یه آلت موسیقی، کلن خیلی حس خوبی میده به آدم این پیشرفت کردن. فردا میخوام موهام کوتاه کنم، درس بخونم، این استایلش رو قراره عوض کنم. البته خیلی خیلی دوست دارم این مدل موهامو، خیلی بهم میاد، خیلی جالب شده، ولی حس میکنم کوتاهش کنم بهتره، چون تابستونه و اینجا واقعا شرجی و افتضاح از گرما، اصلا نمیدونم چی کار بکنم وقتی بیرون میرم. فکر میکنم بهتر باشه یه خورده کوتاهش کنم، به خاطر اینکه وقتی بیرون میرم افتضاح از گرما، سرم فقط عرق میکنه. الان میخوام درس بخونم و همین.